و بینندگان خوب تلویزیون عصر امروز، به خصوص برنامه چهره ها در کنار غزاله عزیز و روز چهارشنبه. قربونتون برم. با سلام به شما بینندگان عزیز، امیدوارم که در هر کجا که هستین روز و روزگارتون خوش باشه، سلامت باشین و در این روزهای قشنگ بهاری و روزهایی که به نوروز دیگه چیزی یک هفته بیشتر، هفت روز دیگه بیشتر نمونده، واقعا یک سال به عمرمون اضافه میشه، یادت باشه یک سال خوب گذشت خدا رو شکر بدون مشکلات آنچنانی که بخوایم در موردش صحبت کنیم. خب ایشالله که این روزای عید رو که نزدیک داره، واقعا دیگه روزای خاک تکونی و خونه تکونی و روزهای نزدیک شدن به سال نو هست رو، امیدوارم که دلامون رو، قلبهامون رو، فکرمون رو از چیزهای کهنه و قدیمی، از خرافات، از حرفهای بیهودهی که سال گذشته شنیدیم، از حرفهایی که شاید ناراحتمون کرد، حرفهایی که ممکنه مناسب نبود یا دوست نداشتیم شنیدیم، همه رو بریزیم و با به قول معروف از دلامون جارو کنیم و بره و فقط به چیزای خوب فکر کنیم، به آغاز سال جدید و گلایی که برای سال جدیدمون گذاشتیم، کارهایی که باید در سال جدید به خودمون قول بدیم انجام بدیم و خلاصه سعی کنیم که این زندگی اینقدر بی ارزش و اینقدر کوتاه رو خیلی به خودمون و اطرافیامون سخت نگیریم. دقیقا همینه. میدونین این ایام عید خیلی ایام خوبیه، با هوای خوب، با فضای خوب. یعنی شما ببینیم بعد از کریسمس همینطور هر مناسبتی که فکرشو میکنیم باعث روحیه ما بشه پیش در پیشه تا برسه به نوروز. نوروز هم که به اون شب چهارشنبه سوری قشنگش، با سال تحویل قشنگش، دید و بازدید قشنگش و بعدش هم سیزه بدره، به هر تقدیر یک دو هفتهی روزای قشنگی رو، روزای بهاری با شکوفه های بهاری، با آدم های خوب که انتخاب کردیم و میکنیم که در کنارشون هستیم، بتونیم ساعت های قشنگی رو بگذارونیم. انشاءالله به امید خداوند. دیشب چهارشنبه سوری بود، در واقع شما چه کار کردی؟ دیشب والا من سنتری هست به نام مال زرتشتیان عزیز هستش، که دوستان ما اونجا اینوالو هستن و گفتن که شب چهارشنبه سوری خیلی خوبی رو امسال گرفتن و ما رفتیم. به اتفاق چند تا از دوستانم که یکی دوتاشون از ایران آمده بودن، یکی دوتاشون از ایالتهای دیگه آمده بودن و علاقه مند بودن که برن اینجا رو ببینن واقعا، و رفتیم و خیلی عالی بود. برنامه های زنده برای بچه ها واقعا و آتیش مفصل، باور نمی کنه شاید بیش از 1000 نفر آمده بودن. واو، جمعیت فوق العاده زیاد بود. و من دیشب با همین دوستانم که با هم بودیم رفتیم اونجا، گفتم دم این مردم گرم واقعا، در هر شرایطی دلشون میخوان بیان با مردم باشن، با ایرونیا باشن واقعا، همدیگر رو حمایتش بکنن، حمایت بکنن، و چه چیزی قشنگ تر از این. خدا رو شکر بعد از این همه سال، بیشتر از 40 خورده‌ای سال که واقعا این حکومت همه جوره داره تلاش میکنه که مردم رو از هم بپاشونه، بله، از فرهنگ ایرانی بودن دور بکنه، ولی واقعا دم مردم ایران گرم، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، همه جا این فرهنگ و هنر ایرانی عید و نوروز و چهارشنبه سوری و سیزده بدر رو در هر حال و هوایی که باشه، حتی من می‌دیدم در بعضی از ایالت‌های دیگه که هوای تو آمریکا که سرد و برف هست بیرون، اینا توی گاراژشون یک ظرف کوچولو رو توش آتیش کردن، آره، یه ظرف کوچولو رو، دو تا ظرف کوچیکو از این شمع و از این چیزای مثل گازای کوچولو هست میسوزه، اینا رو روشن کرده بودن، نشونم میداد که خیلی بیرون برف بسیار سنگینی بوده و اینا، ولی همین خانواده خودشون و بچه‌ها و زن و
فرزندشون داشتن از روی این آتیش میپریدن و خلاصه اون شعر مخصوص شب چهارشنبه سوری رو میخوندن. واقعا آدم اینا رو که میبینه باعث افتخار میشه، باعث خوشحالی میشه که میبینه که بعد از این همه سال مردم در هر کجای دنیا که هستن، فرقی نمیکنه هوای خوب هوای بد، با هر جوری که شده اون سنت و اون آداب ایرانی بودن خودشون رو چسبی نگه داشتن. بله، و یاد بچه هاشون میدن و واقعا بچه ها رو اینوالو میکنن و نشون میدن. حالا من یه مطلبی جالب به شما بگم. دیشب در این محفل دختری که از دوستان من که اصلا اینجا بزرگ شده، خب خداوند این دختر خوشگلم بهش داده و همسرش هم آمریکاییه، بچه در حقیقت دورگه است، من دیدم آمده و دنبال آتیش میگشت که بچهش از رو آتیش بپره. بعد به من گفت بچه های اصل کجان؟ گفتم بچه های اصل قرار بود بیام ولی لست مینتی عوض شد، یکی از دوستان صمیمی اصل که اون بچه هم اصلا در خارج از ایران به دنیا آمده و بچه هاش اینجا به دنیا آمدن، سه تا خانواده با هم جمع شدن در منزل برای خودشون آتیش روشن کردن و شب چهارشنبه سوری رو جشن گرفتن. و این بچه های کوچیک کوچیک جغل 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 هایی که اصلا فارسی خوب بلد نیستن همه از آتیش پریدن. عزیزم میدونی لذت میبره واقعا. و این دوست دختر دوست عزیز من وقتی که گفتم این خودشون برنامه دارن، گفتم تو چطور به فکر؟ گفت میخوام به بچم نشون بدم که مراسم شب چهارشنبه سوری چیه و این از آتیش باید حتما بپره. آفرین. خب امیدوارم که دوستان عزیز هم که ما رو میبینن شب چهارشنبه سوری خوبی رو گذرونده باشن و منتظر سفرهشون هم کم کم در حال آماده شدن هست. بله. من خدا رو شکر امسال از چندین از دوست و آشنا همش گیر من سمنو داره میاد. خب چقدر سمنو های خوب واقعا. یک سال کاشی زرم برای من میابرد از این سمنو. والا حتما چشم برای سفره هفت‌سین. بله، چون واقعا بعضی از سالا مجبور چون خیلی گرونه، میدونی که سمنو اینقدرش واقعا خیلی گرونه. من سالهای پیش میگرفتم واقعا همونجور که میگین ظرفای خیلی کوچولو اینجا توی مارکت میفروختم، ولی خب خدا رو شکر امسال برکت از همه جا داره برای من میرزه و دوستای عزیز من که همه خیلی چندشون هست، اتفاقا برام میرم سمنو رو هم بعد از برنامه از یک از دوستان پیکاپ کنم و قول میدم. خب سهمیه منم بگیر میذاری گوشه. من مطمئن باشی اینو برای شما میارم در خونه تعمیرتون. کشم موقع رفتن بیام ازتون بگیرم. حتما حتما میارم در خونه تون 100% به تو برم. مرسی عزیزم. ولی واقعا سعی کنید به هر طریقی که شده این سفره رو بندازید. و چیزی رو که من خوندم و دوست دارم اینو با دوستان عزیز در میون بذارم، سعی کنید در سفرتون حتما از سکه های واقعی استفاده کنید، چون که میگن سکه های واقعی و اون برکت رو به اون سفره برکت رو به خونهاتون میاره، چون که اینجا معمولا رسم بود و من دیده بودم سکه های بدلی و یه چیزی رو شبیه سکه میفروختن و اینا رو، ولی من حالا اگه سکه در دسترس بعضی ها نباشه میشه جای گذارش پول رو گذاشت. بله همون، یعنی پول واقعی رو باید گذاشت. بله. پنی رو گذاشت. البته اگه سکه های طلا داری چرا که نه. ولی پول واقعی رو منظور هست که در سفرتون از سکه های حالا هر کشوری که هستید و هر جای دنیا که هستید پولای واقعی رو در سفرتون بذارید. و در ضمن یه خواهشی دارم، ممکنه که خیلی هم با حرف من زیاد موافق نباشن، ولی من این نظر رو دارم که جای ماهی که بخوایم در سفره‌های هفت‌سینمون بذاریم و بعد از این 13 روز واقعا یک موجودی رو که واقعا نمیتونیم ازش نگهداری کنیم یا میندازیمش بیرون یا خلاصه، جای ماهی هم که خب هم نگهداری سخته هم واقعا رفتن و خریدن و آب و بوتا بردی ببرید خونه و خلاصه نگهداریش واقعا سخته، جاش نارنج بندازید در آب که میگن همون در واقع
به جای ماهی میتونیم از نارنج استفاده کنیم و همون زیبایی و قشنگی رو هم به سفره میده و یک موجود رو هم در سفره خودمون در واقع در یک تنگ بلوری و در اسارت قرار نمیدیم و میگن که خیلی بهتر هست جای ماهی از نارنج استفاده حالا کنیم. علاوه بر نارنج معمولا رسمه سر میز باید تنگ نارنج باشه سر میز هفت‌سین، میتونن گل بریزن توی آب یا میتونن شم بذارن توی آب یا میتونن مثلا از ماهی های مصنوعی استفاده کنن، از این پلاستیک ها واقعا وجود داره. بله. اتفاقا من داشتم منزل دخترم بودم، داشتم به دخترم میگفتم که بره رو آنلاین برای من چند تا از این ماهی های پلاستیکی اوردر بده برام بفرستن در خونه. وقتم نوام پریوی عزیزم گفت نه نه همه جا دارن. گفتم مثلا کجا دارن؟ گفت پارتی سیتی داره، برو اونجا رو چک کن ببین. عزیز دلم راست میگه، راست میگه، میدونی. او خدا رو شد به خدا، یعنی واقعا هر چقدر که سعی کنیم که از این موجودات زنده رو واقعا به یک جوری به طبیعت ضرر نزنیم. و چون حقیقتا من با خیلی از دوستان که صحبت میکردم گفتم شما به این چیزی میدید، غذای چیزی میدید، آیا از اینا درست میتونید؟ نه، چیکار میکنیم؟ بعد از اینکه تموم شده که دوستان میگو من میندازم توی سینک ظرفشویی، خودش هم اونجا میمیره. یعنی گناه داره. آره، تا نمیره که نباید. آره، واقعا بعضی موقع میدونین خیلی ها واقعا نمیدونن با این چه کار کنن و یا اینکه خسته میشن. اینه که با اگر که جاش نگیرید واقعا همین چیزی که شما گفتن استفاده کنین خیلی خوبه. منم ادوایزه مادر بزرگانه به دوستان میدم. چرا که نه، واقعا درست گفتی. خواهش میکنم. میخواین بریم؟ بریم سراغ خانم مونا صداقت، زنی مبارز و وطن پرست که برای هموطنان عزیز به خصوص در ناحیه اورنج کانتی و LAX و سان دیگو برای ایرانیان عزیز سفره هفت‌سین بسیار زیبا دارن پهن میکنن برای 16 مارچ. بریم با خودشون صحبت کنیم و از زبان خودشون بشنویم و با سخنرانای بسیار عالی که انتخاب شدن و در اون روز دارن سخنرانی میکنن. خب من خانم منای عزیز رو بیارم روی خط. بله، سلام عرض کردم، حال شما؟ ممکنه یکم بلندتر صحبت بکنین؟ حتما. من دارم البته درایو میکنم، دارم میرم سریعتر یه جایی پیدا کنم که یه کمی سیفتر باشه و صدا هم به شما برسه، ولی با کمال میل. چشم. بله، خوبی شما؟ من درود میفرستم به شما، همکارانتون و همینطور مریم خانم نازنین، خانم غزاله فکر کنم امروز مهمون شما هستن. بله، با سلام خدمت شما عزیز، خوشحالم که شما رو در برنامه داریم عزیزم. درود بر شما بانوی گرامی، زنده باشید، سپاسگزار از مهر همگی شما. خواهش در خدمت. عزیز دلم، میخواست یک بار دیگه از زبان خودتون در مورد سفره هفت‌سین زیبایی که دارین به صورت رایگان در اورنج کانتی در یک از پارک های اونجا پارک پن میکنین صحبتی داشته باشی. خواهش میکنم با کمال میل. در بله، ما که با اون حس خوب میهن پرستیتون پیگیر این پیام رسانی و خبر رسانی هستید، ممنونم از شما. بله، ما در شهر نیوپورت بیچ 100 سیویک سنتر هست، آدرسش اگر کسی بخواد یادداشت کنه یا اینکه پایین توی فلایر هم هست، 100 سیویک سنتر درایو نیوپورت بیچ کالیفرنیا 92660، در روز شنبه 16 مارچ ساعت 11 تا 1 از همیهنان گرامی جنوب کالیفرنیا دعوت کردیم که تشریف بیارن و این 2 نوروز رو ما با جاویدنامان میهن، کسانی که جان خودشون رو هدیه کردن برای آزادی میهن و برای ماندگاری میهن ما، با اونها به جشن بشینیم و این نوروز رو به اتفاق اونها بتونیم با دیگران به مشارکت بذاریم. خدمتتون که بگم این مهمانی
در واقع همه چیزش رایگانه، یک پارکینگ اسپات خیلی بزرگ داره که فری هست، همه به راحتی میتونن ماشینشون رو پارک کنن، و پذیرایی با چای، قهوه و شیرینی های عید خواهد بود. خدمتتون که بگم مهمترین بخش این قضیه سخنرانانی هستن که از دانشمندان و دانشمندانه که برای جهانی هستن، اسنامشون و اندیشهشون، بسیاری از اندیشمندان صاحب نام، بسیاری از دانشورزان بسیار صاحب نام هستند که سخنرانی خواهند کرد، چه قسمت بانوان چه آقایان هستند، کسانی که به هر حال در رابطه با هم نوروز صحبت خواهند کرد و هم پیوند اون با مسائل امید در سرزمین ما. الو خانم مونا، بسی که قد شد. قد شد؟ آره عزیزم قد شد. بزنید دوباره تشون بیاره، دوباره زنگ بزنید خدمتشون. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. بعد خانم صداقت روز 16 مارچ ساعت 11 صبح، درست؟ بله بله، شنبه 16 مارچ ساعت 11 تا 1. فقط از همه هم‌میهنان خواهش میکنم که میخوان تشریف بیارن نیم ساعت زودتر بیان که تا پارک کنن و بیان پذیرایی بشن، چون ما ساعت 11 دیگه شروع خواهیم کرد سخنرانی ها رو و برنامه هایی که مطمئنم همه لذت خواهند برد و بهره خواهند برد. ساعت 10:30 سعی کنن اونجا باشن، فضا هم بسیار مطبوعه و میتونن اونجا برای لذت از فضای باز و سبز هم ببرن، یعنی اینجوری نیست که خسته بخوان بشن در اون فضای باز، همه چیز هم برای پذیرایی هست و همین که میتونن در نهایت اونجا پذیرایی بشن و بتونن به سر ساعت برای سخنرانی ها و برنامه هایی که قرار اجرا بشه هم حضور داشته باشن. بسیار عالی، خوشبختانه هوا هم خوبه اون روز. من امروز داشتم هوا رو نگاه میکردم، دیدم که روز شنبه هوا آفتابی و مطبوع و گرم و خوبه و این یک شانس خیلی خوبیه برای افرادی که میخوام برن و من مطمئنم از سندیاگو و از اورنج کانتی و الیه رو همه رو کاور خواهد کرد و اکثر دوستان عزیز ما به استقبال این سفره زیبای هفت‌سین شما خواهند آمد. بسیار سپاسگزارم. بله همینطوری که فرمودین، از همین الان دوستانی هستن از ولی، از مالیبو، لس آنجلس، سندیگو،
شهرهای اطراف مثلا خب سان کلمنته یه سری شهرها هم نسبت به ما دور هستن با اینکه توی اورنج کانتی هستن، ولی بسیاری از عزیزان دارن تشریف میارن. من آرزو میکنم که کار شما هم طوری بشه که بخت با ما یار باشه، شما هم با مهمانهاتون بتونین به هر حال تشریف بیارین. امیدواریم با غزاله عزیز بتونیم اونجا باشیم در کنار شما عزیزان. خیلی خوشحال میشم واقعا یک بار دیگه شما مهمانانتون رو و همینطور گروه فنی، دوستان، خانواده رو دعوت میکنم و امیدوار هستم که همگی با هم اونجا حضور داشته باشین و منم در خدمتتون خواهم بود. ممنون از دعوتتون، به امید دیدار. سپاسگزارم. درود فراوان به شما، تا درود دیگه بدرود. خدا نگهدار. خب بسیار عالی، 100% خواهیم رفت غزاله جان. بله بله، چرا که نه، یکی از بهترین برنامه های واقعا ساترن کالیفرنیا هست در رابطه با نوروز، و چه بهتر از اون که جای خیلی قشنگی هم هست. بله. اونجور که فرمودن هوایی خوب، و ما هم از این موقعیت استفاده کنیم. از دوستان عزیز که علل خصوص در منطقه اورنج کانتی و نیوپورت هستن هم که خب دیگه داریم میایم در منطقه خودتون دیگه، شما که حتما باید اونجا باشید 100%. ببینید جالبی، خیلی دارن زحمت میکشن، به جز وقتی خیلی کار داره و هزینه زیادی داره و تمام هزینه ها رو شخص خودشون دارن هندل میکنن. فقط وطن پرستایی مثل این خانم کشور ما بهشون افتخار میکنن. دقیقا. بله. بله. خب بپردازیم به کار شما. میخواییم بریم موزیک گوش کنیم، بریم یک موزیک نوروزی گوش کنیم ما برگردیم. بله موزیک نوروزی الان انقدر زیاد شده که آدم بسیار عالی. برگردیم به کارهای شما. خواهش میکنم. امروز با اجازه شما من میخواستم در مورد یک مسئله که برای فکر میکنم خیلی از کسانی که در واقع از مزایای دولتی SSI استفاده میکنن و بیمه مدیکل دارن، یک توضیح جامعی بدم و در واقع اینا رو خیلی براشون روشن کنم و مشخص کنم که این مسائل را رابطه با بیمه مدیکل، که خیلی ها میگن که اگر شما بیمه مدیکل داشته باشید و منزل داشته باشید، دارای پراپرتی باشید، منزل باشید، زمانی که خدای نکرده اون شخص دارای بیمه مدیکل فوت میکنه، در واقع بیمه مدیکل و کانتی لس آنجلس میاد روی خونه اینا لین میذاره و خونه اینا در واقع روش لین گذاشته میشه و پولایی که
بیمه مدیکال برای اینا به طور مثال خرج کرده یا پرداخته رو از اون خونه میگیره. این یک واقعیت هم درسته هم نادرست. درست نادرست به این هست که هر کسی که بیمه مدیکال داره و داره از این بیمه استفاده میکنه، اگر منزلی داشته باشه، به این صورت نیست که خدای نکرده در زمانی که فوت میکنه کاونتی بیاد بر روی منزل ایشون لین بذاره و در زمان فروش منزل بیاد پولهایی رو که برای بیمه این فرد داده شده در واقع پولش رو پس بگیره. این شامل، خیلی دوستان توجه کنید و به دوستای دیگه‌تون هم بگید، این مسئله تنها شامل کسانی می‌شود که در زمانی که از بیمه مدیکال داشتن استفاده می‌کردن، اینها به نرسینگ هوم برن یا به مدت طولانی در ریهاب یا در بیمارستان باشن. به طور مثال کسایی که بیماری‌های خیلی سختی دارن و متاسفانه اینا مدت طولانی در بیمارستان‌ها، مدت یک سال تا یک سال دو سال توی بیمارستان و ریهاب هستن، یا بعد از اینکه سلامت شدن، یعنی در واقع کیسشون حالت امرجنسی نداشت، اینها به نرسینگ هومای یا در واقع محل نگهداری ادالت میرن که به طور شبانه روزی هست و اینا از خونهشون میان بیرون و در اون منزلی که در واقع اون فرد داشته دیگه نیست، مدت یک سال یا دو سال این افراد در نرسینگ هوم زندگی میکنن و این پول نرسینگ هوم رو چه کسی میپردازه؟ داره بیمه مدیکال میده و اینها بسیار برای در واقع کاونتی خرج زیادی روی دست دولت گذاشتن و اینها که این مدت دو سال یا سه سال یا چهار سال یا هر مدتی رو که در نرسینگ هوم بودن و در جایی بودن که از اینا نگهداری میکردن، خب زمانی که از بین میرن نمیتونه بیان و یه مقدار از خرجایی رو که برای این فرد در رابطه با نرسینگ هوم کردن باید از توی خونه این فرد لین میذارن و اون مقدار پولی رو که خرج کردن بر میدارن، ولی نه برای افرادی که تا زمان مرگشون هیچ وقت توی نرسینگ هوم نرفتن یا بیماری سختی نداشتن که بخوان مدت خیلی خیلی طولانی در بیمارستان ها باشن و خب یک مشکلات عادی داشتن. فضل جون اگه طرف خونه نداشت تکلیف چی میشه؟ اگه نداشت که خب هیچ کاری نمی کنن. این برای افرادی هست، چون خیلی از افراد هستن که یک منزل دارن، همون جور که بیمه مدیکال هم میگه اگر شما میخواین واجد شرایط باشین میتونید یک منزل داشته باشید که درش زندگی بکنید و هیچ مسئله نیست. حالا این خونه از 100 هزار دلار تا هر مقداری که قیمتش باشه، 20 میلیون دلار واقعا، یا اینکه یک چون بعدم... خیلی رو من میشناسم، بله. یا... خونه 20 میلیون دلاری دارم ولی مدیکال دارم. نگاه کنید بعضی از موقع هست که ممکنه یه فرد یه خونه 20 میلیونی داشته باشه ولی به خاطر اینکه دیگه کار نمیکنه، دیگه درآمدی نداره و یا اگرم داره یک مقدار حقوق خیلی کمی از حقوق ریتایرمنتش میگیره، هیچ مسئله نیست، میتونه این خونه رو داشته باشه تا زمانی که اون فرزندانش یا خودش به اون شرایط جسمی نرسیدن که بخواد بره در نرسینگ هوم یا در واقع نگهداری شبانه روزی زندگی کنه که پولش رو هم کی بپردازه؟ بیمه مدیکال بده. اگر که به طور عادی مریض بوده، دکترای چکاپ سالانه میرفت یا کاراش انجام میداده، اینا نه، کسایی که از منزل خودشون رو ترک میکنن و به این نرسینگ هوم و به این در واقع محل های نگهداری میرن و مدت چندین سال اونجا زندگی میکنن، خب 100% اگه بخوایم واقعا فیر باشیم، بچه‌هایی که نتونستن از پدر مادر در منزل نگهداری کنن و اینا رو به نرسینگ هوم و محل نگهداری خارج از منزل فرستادن، خب اگرم پولش رو در واقع دولت داده، حالا که اینا فوت کردن این خونه رو میخوان راحت بفروشن و پولش رو همه بذارن جیب خودشون، خب یه ذره واقعا میدونین یه مقدار، خب اینه خوبه که بچه ها بدونن. بله. شاید خیلی از بچه های مسئله رو نمیدونن. بله، اینه که
اگر اینا به این جاها نرن و از این بنفیتس ها استفاده نکنن، اینجوری نیست که هر کسی بیمه مدیکال داشته باشه و اگه فوت کنه گاورمنت و کانتی بیاد روی خونه های اینا لین بذاره. مدیکر چی؟ اون که مهم، اون نه که... مدیکر کاری به این مسئله نداره. و اینه که دوستان عزیز، اگر که شما منزلی دارید و درش دارید زندگی میکنید، نه اینکه بدید اجاره، نمیتونه هم کسی یک منزل داشته باشه خودش درش زندگی نکنه، خیلی سخت میگیرن. پس با این حساب نگاه کنید، واقعا میخوان به افرادی، چون شاید کسی که مسنه خونش دو طبقه است، یه دونم خونه داره، نتونه اونجا زندگی کنه، بره تو یه آپارتمان جوری اجاره بده، بابت پول اونجا بگیره اونجا. خب میگن اگه این صورت بره بیمه در واقع خصوصی برای خودش بخره. پس یعنی امکان اینو داره واقعا بتونه بیمه خصوصی برای خودش بخره. نگاه کنین، میدونم واقعا خیلی در خیلی از شرایط همینه، یعنی ما نمیتونیم، امیدوارم یه روز بشه بتونیم خیلی از قانونا رو عوض کنیم. اگه دستمون بود که خیلی خوب بود، ولی شاید آقای ترامپ بیاد قانون رو عوض کنه. حتما خیالتون راحت باشه، آقای ترامپ بیاد این جور بنفیتس ها و این جور مسائل همه قطع میشه. این قطع نه، ولی خب خیلی جمع و جورتر میشه. اینجوری بهتون بگم، خب هر واقعا نوع بنفیتسی، هر نوع چیزی در جامعه که هست، خب یه سری واقعا افرادی هستن که حقیقتا مستحقش هستن، واقعا احتیاج دارن به این مسائل، احتیاج دارن به واقعا خدمات اجتماعی و بنفیتس های دولتی. خب بعضی از اوقات هم به بعضی ها تعلق میگیره که واقعا حقشون نیست و اجحاف میشه، ولی اینی که چی برای کی یا کی چه کار میکنه، این وظیفه خود دولت و پابلیک سوشال سرویس و سوشال سکیوریتی هست که اینا رو بتونه سرچ کنه و در واقع بتونه حق رو از ناحق تشخیص بده. در واقع هم این روزا بهتون بگم انقدر تکنولوژی و انقدر الان همون جور که خب تکنولوژی خیلی داره در خدمت افراد میاد، خیلی دارن جلوی فراد، خیلی جلوی کارهای خلاف رو میگیرن به وسیله هوش مصنوعی. حتی الان دارن صداها رو در واقع تشخیص میدن، وایس در واقع دارن وایس رو میگیرن، وایس افراد رو میگیرن که زنگ میزنن به آفیس‌های مختلف و درخواست‌های مختلف میدن. واقعا الان دیگه دارن صداها رو در واقع کامپیوتری میکنن و از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای تشخیص هویت افراد، که نتونن افراد دخترشون، پسرشون یا کسی خودشو جای یکی دیگه جا بزنه یا افراد دیگه بخوان دیگه. خیلی میخوان سیستم رو جوری کنن که از رفتن اومدن به آفیسا هم دیگه چجوری بگم، یه مقدار از تراکم جمعیتی که هجوم میارن صبح تو سوشال سکیوریتی یا هجوم میارن توی پابلیک سوشال سرویس یا حتی دی ام وی، خیلی دارن واقعا از این تکنولوژی استفاده میکنن. خب جلوی خیلی از کارهای خلاف واقعا گرفته میشه به این وسیله، ولی خب خیلی هم کارها رو راحت‌تر، سریع‌تر و آسون‌تر میکنن برای افراد دیگه. اگر یه فردی میخواد یه کاری رو در یکی از شعبات در واقع ادارات سوشال سکیوریتی یا پابلیک سوشال سرویس یا دی ام وی یا سازمان های به این صورت انجام بده، دیگه جلوی صف های طولانی و ساعت ها توی نوبت ایستادن واقعا گرفته میشه و اینها میتونن هویت اشخاص رو با صداشون تشخیص بدن و در واقع آیدی اینا رو چک کنن ببینن آیا این شخص همون هست یا نیست. و خب همینجور هم در خیلی از کارهای دیگه، علل خصوص کسانی که دارم بهتون میگم، کسایی که از SSI استفاده میکنن، از حقوق سوشال سکیوریتی استفاده میکنن، سپلیمنت سکیوریتی اینکام SSI اور کپی اور کالفرش اور در واقع ویلفیر، این
اینها الان دارن واقعا خیلی ها هستن استفاده میکنن از این بنفیتس ها، ولی از کشور میزنن مسافرت میکنن، میرن 2-3 ماه 4 ماه مسافرت میکنن به کشور خودشون برمیگردن. الان دارن واقعا اینا رو خیلی راحت دارن پیدا میکنن و دارن چک میکنن افراد رو. اگر که خارج از آمریکا باشین حقوقتون قطع میشه و الان خیلی روز به روز تمام سوشال سکیوریتی ها دارن از این سیستم استفاده میکنن و در قدیم ها طرف افراد بودن که میدون میدیدین 2-3 سال رفته ایران یا رفته مکزیک، یا نه تنها ایرانی، خارجی ها هم جو خیلی کره یا همه نشنالیتی ها شما میدونین، هندی همه جا، پاکستان بار بلا بلا همه جا رو واقعا بدیم. حالا ما تنها یه اورینتال، بله ما حالا یک محدود جمعیتی هستیم ایرانی ها، ولی واقعا خیلی نشنالیتی های دیگه این مزایا رو میگرفتن و میرفتن تو کشور خودشون زندگی میکردن و حقوقشون هر ماه میومد. ولی خب الان دارن جلوی تمام این نوع در واقع فراد و کارهای غیرقانونی ها خیلی داره گرفته میشه و دیگه سیستم البته یک مقدارم بیان جلوی این پخش دراگ رو بگیرن. پخش دراگ رو والا بعضی موقع آدم فکر میکنه خود دولت دستش در تمام اینا شریک هستن. میدونین ببینین چه وضعی شده الان این در تقدیر اسم این علف یادم رفت ماریوانا، الان این که آزاد شده وحشتناک شده. باور کنین غزل جون، من 2-3 روز بیشتر جایی بودم، یعنی یه محل عمومی بودم در حقیقت، بچه های جوان 13-14 ساله شما نمیدونیم از بس زده بودن، این چون تمام لباسشون بو میگیره، این بو پخش شده بود تو اون فضا که من اصلا نمیتونستم نفس بکشم. پس بخوری شده بودی چون باور کنیم، یعنی ببینین یعنی جنایت بالاتر از این، حداقل اگر ممنوع بود یه ممنوعیتی وجود داشت، یه ترسی وجود داشت، جوونا میترسیدن. نگاه کنین شما از یه دید نگاه میکنین، ولی این آزاد شدنش جلوی خیلی از خلافای دیگر رو گرفته شده، چون کسی که بخواد از ماریجوانا استفاده کنه، اگر که توی قدیما میگفتن اگر که کسی بخواد کاری بکنه تو حتی توی شیشه هم بذاریش کار خودشو میکنه، واقعا من اینو اعتقاد دارم. اگر کسی بخواد از موادی، هر نوع موادی استفاده کنه، این رو میره دنبالش و تهیهش میکنه. ولی اون موقع جوری بود که موادهای خیلی قاطی و موادهای شیمیایی به این بچه توی کوچه و پس کوچه ها به دست دراگ فروش هایی که واقعا حتی یعنی ماریجوانا یک نوع گیاهی هست که میکشن، ولی اینها رو خیلی آلوده به موادهای دیگه ای میکردن، موادهای شیمیایی که مدت های بودن اینا بیشتر بشه یا نوع های بودن اینا، و واقعا خطرناک بود. اینجوری کردن که لیگالش کنن، قانونیش کنن، که اول اگر هم اینا میکشن لااقل به قول معروف میگه جنس خوب رو استفاده کنن. مثل زمان شاه من شنیده بودم در ایران میگفتن که تریاک همین جوری شده بوده، یک صورت قانونی بوده که افراد میرفتن داروخونه تهیه میکردن، و یکی از دلایلش این بوده که واقعا برای مصرف کننده ضرر کمتری داشته باشه، تا اینکه بخوان اینا رو به صورت غیرقانونی تهیه کنن که ضررش برای افراد بسیار بسیار بالاتر باشه. خب یه طرف باز به این بود که افراد سنین بالا میشستن میکشیدن، اینجاش هم فکر کنم همیشه دنیا همینه، بچه ها تمایل به چیز نه تریاک ندارن، ولی این مواد خیلی بده، تمام بچه های کوچیک گرایش پیدا کردن به این مسئله. شما فکر کنین قبل از اون نبوده؟ نه به این شکل، شما یه جای عمومی برین ببینین به این شکل بو پیچیده بشه و بچه های جوان همه در حال زدن، دختر پسر الان دارن خیلی از کشورهای اروپایی هم دارن کم کم آزاد. میدونی اولین کشور که این آزاد بود آمستردام بود و
بعدش هم کالیفرنیا الان داره ایالت های دیگه هم بهش ولی میگوزه که کشورهای اروپا یه سهمیه گذاشتن برای هر محلی که برای فروش این مواد هست. خب یه مقدار قابل کنترلش خواستن این کارو بکنن. ولی خب به نظر من هیچ چیزی بهتر از تعلیم و تربیت افراد فرزندانمون نیست. هیچ چیزی بهتر از آشنا کردن افراد و جوانها به قول معروف به ساید افکت های استفاده از این نیست و مواظبت و اینکه بدونی بچه هامون دارن واقعا با کیا رفت آمد میکنن. دوست 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 خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. واقعا من خودم شخصا بگم، من خودم هیچ وقت، من از بچگی خیلی سن کم بودم در ایران عاشق سیگار کشیدن بودم. من 15 سالم بود. چه مدت سیگار کشیدین شما؟ من 15 سالم بود به وسیله یکی از دوستام که خیلی دختر شیطونی بود. اونم میرفتش از اون موقع، خب سیگار خیلی چیز بدی هم بود توی ایران و یه دختر 15 ساله و اینا، و اون میرفت یه دونه سیگار میخرید و میآورد، ما با هم دیگه یواشکی میرفتیم پشت بوم سیگار میکشیدیم. خب میخواستم ادای بزرگاره در بیارم که مثلا بگم منم بزرگم، منم سیگار میکشم، حالا مثلا من عاشقم، حالا من ناراحتم. اون فیگورای مال جوونی اینا. ولی هیچ وقت من اینو تجربه کردم، خانواده هر چقدر هم که بد باشه اون خانواده و خیلی چیزا براشون در خانواده عادی باشه، همیشه هیچ وقت دلشون نمیخواد بچه ها رو به کارهای بد بدن دست بچه هاش. هیچ وقت یه پدر یا مادر، خیلی کم، ممکنه یکی دو تا سه تا، خیلی در میلیون ها باشه که بچهش رو با چیز بد آشنا کنه. همیشه اون دوسته که به آدم به قول معروف چی میگه، چیز بدی رو، یا اون چیزای به قول معروف میگه پارتنر کرایمت میشه، رفیق کار خلافت میشه. اینه که اگه خانواده دلشون میخواد، خیلی باید مواظب دوستاشون باشن. حالا این دوست میتونه حتی کازن طرف باشه، میتونه یک فردی در فامیل باشه. ولی وقتی که دوست خوب برای بچه هاتون واقعا بخرید و مواظب، نه دور و دور، نه اینکه بچه‌تون احساس کنه داره کنترل میشه، ولی خیلی دوستانه و خیلی به قول معروف زیر پوستی مواظب دوستای اطرافیان بچه‌هاتون باشید، با کیا رفت و آمد میکنن، چه نوع شخصیتی اونا دارن، چه نوع شخصیتی خانواده بچه‌ها دارن. واقعا دوست و محیط خودتون اگه میخواین، من یک دلایلی که سیگار رو ترک کردم این بود که جلو پسرم خجالت کشیدم. واقعا اینو جدی بهتون میگم، من بچهای جوون دوست ندارن سیگار. بله، برای که بچهای من واقعا دوست نداشت من سیگار بکشم و به همش میگم مامان تو نمیخوای عروسی منو ببینی، نمیخوای نوه منو ببینی. و واقعا یه روز به خودم اومدم گفتم که منی که میخوام بچه‌م پاک و سالم باشه سیگار نکشه، چرا سیگار بکشم؟ واقعا میگم این یک چیزی شد که من این سیگار رو گذاشتم کنار به خاطر فرزندم. چرا؟ چون که با حرف نیست، باید عمل توش باشه. بچه ها از حرفای ما زیاد چیز یاد نمیگیرن، از رفتار ما از که چیز یاد میگیرن. اگر در خانواده ای که پدر و مادر خودش سیگار میکشه، علف میکشه، مشروب میخوره، اون بچه هم میبینه یاد خب میگیره، میبینه چه انتظار، بعد میخواد به بچه تو میگه نه نکن این کارو. بهش مثلا میگم بذار به سن قانونی، مثلا میگه خب چه فرق داره، اگه شما اگه بده چرا خودت داری استفاده میکنی. دقیقا. اگه آدم هر چیزی رو میخواد بچه هاش نباشن، باید از خودش شروع کرد. اول خودمون رو درست کنیم، بچه هامون خودشون به خود به خود درست میشن. اینو واقعا من ایمان دارم، هر اشتباهی هر اشکالی در بچه هامون ببینیم، اول رو خودمون کار کنیم، بدونیم اون مشکل حتما در خودمون بوده که بچه هامون یاد گرفتن. و به نظر من خانواده اول و بعدم دوست خیلی مهمه. 100%. غزل جون، ما تقریبا یه دو دقیقه بیشتر دیگه فرصت نداریم. خیلی هم عالی. در ادامه صحبتی که میکردیم میخواین یک مقدار صحبتی بشه بعد خودمون من کنیم. فقط میخواستم به دوستان عزیز اینو بگم که اگر که منزلی دارید و
از بیمه مدیکال استفاده میکنید، نگران این که خدای نکرده بعد از 120 سال اگر که مسئله براتون پیش اومد، اینجوری نیست که دولت بیاد و روی خونه های شما لین بذاره و بخواد پولایی رو که شما هر ماه برای چکاپ سالانتون رفتین یا قرصای روزانتون رو گرفتین یا برای کارهای در واقع عادی روزانه سالانه خودتون در رابطه با بهداشتتون انجام دادین، بیاد برای اون مسئله روی این خونه شما لین بذاره. اگر در نرسینگ هوم به مدت طولانی زندگی کردین یا تو ریهب یا توی بیمارستان مدت طولانی بودین و خرچهای بسیار سنگینی برای بیمه مدیکال اون فرد به وجود بیاره، در اون صورت هست که برای اینها ممکنه روی خونشون لین گذاشته بشه. اگر سوالی در مورد بیمه دارید، اگر سوالی در مورد سوشال سکیوریتی گرفتن مزایای دولتی دارید، واقعا فاصله من با شما یه تلفنه، اونم یه تلفنی که رایگان بدون هیچ گونه در واقع پرداختی خواهد بود. من با شما مدت هر مدت که هر سوالی که دارید خیلی راحت میتونید با من تماس سوال کنید، تماس بگیرید، شماره تلفن تماس بگیرید. بله، شماره من هست 818 481 80 35، 818-481-80-35. دوستتون دارم، سال بسیار بسیار خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. امیدوارم که در سال جدید به تمام خواستهای قلبیتون هر چی که هست برسید، خوشحال باشید، شاد باشین. دوستتون دارم، به امید دیدار تا سال آینده. به امید دیدار، خدا نگهدار. نوروز نوروز جشن گلو گوز، نوروز نوروز جشن گلو گوز، دلی هموشت به نوروز پیروز، دلی هموشت به نوروز پیروز. پشتی زستان شکاو بار بار نروا، رشمی شوینی تنگ و بریزی خاک نیوا، سرمز زستان نما و سالی تازه هاتوا، اگری نوروز کردستان گشکات و اگری نوروز کردستان گشکات و ای نوروز نوروز جشن گلوز، نوروز نوروز جشن گلوز، دلی همو شاد بیلم روز پیروز، دلی همو شاد بیلم روز پیروز. Yeah.
میشم.